در مورد هزینه های برق، خب اینجا در اصل برق نسبتاً گرون هستش و خب اول یه چیز کوچولو بگم برای کسایی که اینجا زندگی نمی کنن. اینجا هزینه آب و گاز، یعنی شوخاژهایی که گازی هستن و آب، هزینه شون روی کرایه خونه است و به عنوان مخارج جانبی به صابخونه داده میشه و شما هیچ قدرتی روش ندارین، هیچ تصمیمی ندارین که بخواین پیش کدوم شرکت برین یا نرین. به خاطر همین، ولی خب هزینه‌ش هم زیاد نیست. اینم باید گفت که آب و گاز نسبتاً ارزونه اینجا و هزینه زیادی نداره. هزینه زیاد بیشتر برقه و اگر که شوفاژهای خونتون برقی باشه یا به قول خودشون نخچ پایشه هایتسونگ باشه، یکم خرج برقتون بالا میره. خیلی مهم اینه که شما برقتون رو از برق رسمی شهر نگیرین، یعنی شما وقتی که میرین توی یه خونه اسباب کشی میکنین، اون برق که مال شهره خودش شما همه چیزو شروع میکنه با حساب کردن باهاتون، یعنی براتون صورت حساب میفرسته و همه چیز پیشش هست و چی میگن، همه شماره کنتور و همه چیز شما اونجاست و فقط اسم مستاجر اونجا عوض میشه و برای شما حساب میشه. ولی معمولا این شرکت ها خیلی گرون حساب میکنن پول برقو و شما حتما باید برقتون رو از شرکت های خصوصی و کوچیکتری که توی چند سال گذشته اومدن بگیرید. من خودم حدود 10 یا 15 سال این کار میکنم و خیلی راضیم، خرج برقم خیلی خیلی پایینه بدون اینکه هیچ قناعتی بکنم. الان مثلا بهتون بگم خب ما الان اوکی، وقتی آدم یه نفره شاید خیلی خرجش زیاد نیست، ولی با بچه، کسایی که بچه دارن میدونن، هر روز ماشین لباسشویی روشن میشه، هر روز ماشین ظرفشویی روشن میشه، هر روز گاز و فر روشن میشه. ما اینجا یه دستگاه بزرگ چیز داریم، دستگاه بزرگ که رطوبت هوا رو میگیره، چون اینجا خیلی هوا مرطوبه و خونتون میتونه کپک بزنه و خونه ما یه ذره این خطر رو داره که اگر که مراقب نباشیم و درست پنجره رو باز نکنیم این مشکل برش پیش بیاد. و ما یه چیز گرفتیم، یه دستگاه گرفتیم که رطوبت هوا رو میگیره و واقعا اصلا نمیدونین. یه موقع بعد نشونتون بدم، روزی فکر کنم در عرض 24 ساعت قشنگ 2-3 لیتر آب از خونه میگیره. خیلی چیزه، این شبانه روز روشنه 24 ساعت دیگه. بهتون بگم چی روشنه، تلویزیون همیشه روشنه، لپتاپ همیشه روشنه، یعنی دیگه الان چیزی که به ذهنم بیاد، خب معلومه یخچال، همه این چیزا هستش. یعنی هیچ جوره هم ما بگم بهتون قناعت نمی کنیم، چراغامون همه پرنوره، همه استفاده میشه، هیچ وقت مثلا چیز نمی کنیم که حالا بگیم توی تاریکی بشینیم یا حالا مثلا اینو کمتر استفاده کنیم، مواظب باش زودتر مثلا ببن، اصلا. ولی اینو میخوام، همه اینا رو دارم بهتون میگم فقط برای اینکه بهتون بگم که بچه حالتی به نفع ماست. ما وقتی که اومدیم اینجا، من پیش این شرکت قرارداد بستم و برای ما حساب کردن که برای متراژ خونه ما و برای 4 نفر تخمین میزنن که ماهی 150 یورو پول برق ما بشه و ماهی 150 یورو از حساب ما کم میکردن. و الان که سر سال حساب کتاب کردن، خب اگه سر سال شما اگه یه مبلغی رو میدین، مثلا من این 150 یورو رو که میدم، اگر بیشتر از اون سر سال حساب میکنن مصرف کرده باشم، بقیهشو من باید به اونا بدم، ولی اگه کمتر مصرف کرده باشم اونا بقیهشو به من میدن. الان سر سال برای من حساب کردن 1000 یورو به من برگردوندن. یعنی شما میتونین ببینین که انقدر خرج آدم میاد پایین با یه سری، اگه پیش این شرکت ها برین و یه سری نکات رو رعایت کنین. اول بهتون بگم سایتی که شما اینجا باید برین، البته دوستان، خیلی از دوستان احتمالا میدونن، اینو بیشتر بر کسایی میگم که هنوز اطلاع ندارن دیگه، ببخشید اگر تکراریه برای یه سریتون. سایتش هستش check24، یعنی check24 با هم دیگه نوشته شده .de به مثل اول دویچلند. شما توی این سایت میرین و
شما میرین توی این سایت و میرین قسمتی که نوشته شتروم. شتروم نوشته میشه STROM، یعنی برق، شتروم. میرین اونجا و باید چیزتون رو بزنین، کد پستی خونتون رو بزنین. حالا بعدن که برگشتم خونه یه ویدیو ازش کوتاه میگیرم روی لپتاپ براتون میذارم پشت این، کد پستیتون رو میدین و اینی که چند نفر هستین توی خونه، یا اگر که از مثلا سال قبل میدونین که مثلا مصرفتون چقدره، روی صورت حساب برق سال قبلتون نوشته شده که شما چقدر مصرف کردین، میتونین مثلا بگین که انقدر مصرفتونه، یا اینکه فقط مثلا بگین که 3 نفرین توی خونه، 4 نفرین یا 1 نفرین. بعد خودش براتون حساب میکنه که مثلا به طور متوسط مثلا خرج یه نفر انقدره، شما ماهیانه انقدر مثلا باید بدید. خودش هم نشون میده به شما که کدوم شرکت برای محلی که شما زندگی میکنین از همه ارزون تره. یه چیزی که هست از توی این سایت که شما شرکت برقتون رو بگیرین، معمولا اولش بعضی وقتا خود سایت، بعضی وقتا اون شرکت های برق یه مبلغی رو به شما کادو میدن. یعنی الان من باز دوباره امسال برق رو عوض کردم و این خیلی مهمه، الان میگم بازم بهتون چرا این خیلی مهمه که شما هر سال برقتون رو عوض کنین شرکتتون رو. الان اون 1000 تا رو شرکت قبلی به من برگردوند، خب من زیادتر بهشون پول داده بودم و الان شرکت جدید که رفتم 250 یورو به حسابم ریخته به عنوان مثلا خوش آمد، مثلا یه همچین چیزی. آره، بعد چرا مهمه که عوض کنین؟ حواس یعنی حافظه ماهی قرمز از من فکر کنم قوی تره. خب ببخشید دوباره برگشتم. چرا مهمه که شما برقتون هر سال عوض کنین؟ ببینید، شما اول به این دقت کنین وقتی که میخواین عوض کنین برقتون رو. برگردیم، اول چرا مهم عوض کنیم؟ برای که اینا برای جذب مشتری. سال اول تعرفه های تعرفه میگن دیگه به فارسی، نه تغییر فکر کنم همون تعرفه میشه، تعرفه های ارزون تری رو چیز میکنن میذارن، برای میگن مثلا برای مشتری های جدیدمون انقدر قیمتش، و اینو هم مثلا 250 یورو هم مثلا بهشون کادو میدیم برای خوش آمدگویی. خب این خیلی خودش خرج شما رو پایین میاره. اصلا هم بستگی به این نداره که حالا چیزای کارهای دیگه‌ای که باید رعایت کنین هم بهتون میگم، ولی اصلا حتی به اونم بستگی نداره. ولی مثلا از سال دوم خب قیمت شما میفته، شما دیگه مشتری دائمشونین، مشتری تازه نیستین که بخواید به شما مثلا یه بونوس بدن که برای شما ارزون تر باشه. دوباره شما تعرفتون میفته به یه ذره گرونتر. حالا شما همیشه بر قرار داداتون یا 6 هفته، 4 هفته، 6 هفته یا 3 ماه بستگی به شرکت داره، از قبلش باید قراردادتون رو فسخ کنید. یعنی شما مثلا روی مثلا از 1 مای اگر که از جایی برق میگیرید، باید مثلا توی تقویم موبایلتون بزنین که مثلا میشه آپریل، مارس، فوریه، اول فوریه سال 2021 به شما به شما یادآوری کنه که شما به این مسئله برقتون رسیدگی کنین. خب بعد دوباره فوریه 21 شما دوباره میزنین تو این پیج همه چیزا رو و بهتون نشون میده که کدوم شرکت الان نسبت به شرکتی که هستین ارزون تره، و شما روی همین سایت فقط میزنین که میخوایم عوض کنیم وکسن شتروم ان بیتا وکسن، فکر میکنم نوشته اونجا اگه اشتباه نکنم، و دیگه خودش این سایت خودشون همه کارو میکنن. شما دیگه حتی نمیخواد نامه فسخ کردن بنویسین، هیچی هیچ کاری ندارین، شما همه کار خودشون میکنن. بعد دیگه حالا امکان داره که سال بعد دوباره همین شرکت باشه که برای شما ارزون در بیاد،
یعنی اگر همچین موردی هسته، شما نمیتونین دوباره به عنوان مشتری جدید وارد شید. شما فقط باید برین ببینین توی سایت اینا که چه تعرفه هایی دارن و شما تعرفتون رو عوض کنین به یه تعرفه ارزون تر و باز دوباره میفتین روی چیز قبلی. یعنی شما باورتون شاید نشه که چقدر به نفعتونه در سال. یعنی حتی اگر پولی بهتون برنگرده، شما پول اضافه دیگه لازم نیست بدین سر سال، چون واقعا یهو آدم دردش میاد که سر سال باید 500-600 تا مثلا یهویی بده به اینا، و وقتی که یه شرکت دیگه بر شما در سال 500-600 تا کمتر حساب کنه، خب اینو ندارین دیگه، حداقل صفر میشه همه مخارجتون روی چی میگن مثبت و منفی که حساب کنن دیگه، حداقل همون چیز ماهیانه که دادین کافی بوده. اینم در این مورد. دیگه توی این سایت اینو بگم بهتون، من برای این سایت اصلا نمیخوام تبلیغ کنم، من الان فقط خواهم نوشت که تبلیغ به خاطر اینکه اسمشون رو میبرم، برای اینکه از لحاظ قانونی برای من مشکلی پیش نیاد، ولی من هیچ مبلغی از این سایت دریافت نمیکنم، من باشون هیچ بیزنسی ندارم، به من هیچ پولی پرداخت نشده. این موقع فکر نکنید من دارم برای این شرکت تبلیغ میکنم به هیچ عنوان. اگر همچین چیزی یه موقعی باشه که من همچین کاری بکنم، حتما بهتون خواهم گفت که من دارم پول میگیرم و این تبلیغ رو میکنم. این واقعا تجربه ایه که من خودم تو این 10-15 سال گذشته داشتم و میگم باعث شده که خیلی خیالم از پول برق همیشه راحت باشه. حالا یه چند تا نکته دیگه که شما باید رعایت کنین فقط اینه که، البته اینو تو ایران هم همه میکنن، حتما خودتون میدونین، من حالا نمیخوام چیز باشم، ولی خب چون دیدم حتی کسایی که مثلا 30-40 سال اینجا زندگی میکنن، مثلا چراغاشون هی به من گفتن خرجمون زیاده، خرج برقمون زیاده، من بهشون گفتم چه کار کنین، گفتم مثلا لامپاتون و لامپاتون همش از این هالوگینا بوده، این کوچولوها که خیلی مصرف میکنه، گفتم این لامپاتون رو عوض کنین، شما لامپاتون رو لد بذارین یا پال لامپ بذارین. نه، اینا گفتن کم مصرفه، اینا هر چی لامپ کوچیکتر باشه مصرفش کمتره. اینطوری نیستش، اینو حتما توجه کنین که لامپاتون رو لد کنین، یه ذره خریدش گرونتره، ولی از اون ور باور کنین به نفعتون میشه، یعنی خیلی خیلی به نفعتون میشه، دردتون نیاد اگه اونجا یه خرجی بخواید برای لامپای لد کنید. اونم البته این تازگی ها آیدی یا لیدر سالی چند بار اینا رو خیلی ارزون میارن که یه ذره مثلا آدم حواسش باشه میتونه، حالا اگه من دیدم دوباره براتون میذارم که مثلا فلان موقع همچین چیزی دیدم که برین تهیه کنین، ولی این کار رو حتما بکنین، چون شاید باورتون نشه ولی لامپ بالاترین مصرف رو داره توی خونه. خیلی ها فکر میکنن آخ گاز، آخ این، آخ اون، نه، لامپ خیلی خیلی مصرفش بالاست و این که شما لامپ های خونتون رو همه رو لد کنین خیلی مهمه. اگر که دستگاه برقیتون رو میخواین عوض کنین یا خراب شده یا میخواین الان نو بخرین، حتما دقت کنین که مصرفشون اینا A+ به بالا باشه. یعنی حتی خب فکر میکنم دیگه هر چیزی که به ذهنم میرسید گفتم در این مورد. مرسی از توجهتون و براتون جمعه خیلی خوبی آرزو میکنم.